آلمان اعلام کرد که به بیش از دو هزار افغانستانی پناه میده شما با تعدادی از این پناهجویان که از تاشکن به فرانکفورت آمده بودند دیدار داشتید این دیدار کی بوده اونها چه تعداد از این افراد هستند که وارد آلمان شدند و چه تسهیلاتی برای پناهجویان در نظر گرفته شده دیدار من برای اولین بار سه هفته پیش بود بعد من با این انسان ها یا پناهجویان یا آوارگانی که آمدن اینجا مرتب در تماس هستم و این شرایطی که بر اینها حاکم هستش شرایط بسیار بسیار سختیه نه اینکه آمدن اینجا پناهنده بشن به دلیل اینکه اینها به صورت ضرب العجل بایستی به فرودگاه خودش رو میرسوندن از فرودگاه به هواپیما از هواپیما به تاشکن تاشکن به فرانکفورت و در شوک بودن اون موقعی که من با اینا تماس گرفتم و هنوزم هستن آیا سدی چه تسهیلاتی دولت آلمان فراهم کرده برای این قبیل افراد در داخل خاکش یک پاراگراف حقوقی هستش که اینا رو طبق این پاراگراف وارد آلمان کردن و این پاراگراف رو میتونن ازش استفاده کنن از کلاس زبان برخوردار بشن از اینکه به کمک مالی بگیرن و احتمالا خونه پیدا بکنن شما میدونید که تو دوران قرنطینه اینها هر کدام که میرسن اینجا باید دو هفته برن در قرنطینه پس از قرنطینه تو ایالتها تقسیم میشن تو ایالت که تقسیم شدن باز به شهرستان یا محل دیگه تقسیم میشن و اونجا کار اصلی این پناهجویان با ادارات دولتی آلمان شروع میشه اما یک نکته بسیار بسیار ناراحت کننده ای هست که الان اداره امور رسیدگی به پناهندگان آلمان از اینها خواسته که این از این پاراگراف صرف نظر بکنن و پناهندگی بدن ما به اینها توصیه میکنیم که این کار نکنن و حتما مشاوره بگیرن و بعد از مشاوره اگر خواستن اقدام بکنن زیرا که این خودش اقامتی هستش که میتونن در اینجا زندگی بکنن اما دادن پناهندگی در واقع وقایع بعدش ممکنه طوری باشه که به نفع کسانی که الان اومدن و برای دولت آلمان و ارتش آلمان کار کردن یا کسانی که جانشون در خطر بوده به هر حال ما توصیه میکنیم که این کار نکنن همینطور که اول پرسیدم حدود دو هزار افغانستانی قراره که آلمان پناه بده بهشون از این دو تا چه تعدادی الان آمدن این آمار هنوز دقیق نیست میگن که تا 2600 دو دیگه کسایی که ثبت نام کردن که حتما هم نوایستی با دولت آلمان مقامات آلمان یا اینکه با ارتش آلمان کار کرده باشن میتونن اونام که جانشون در خطر است بیان این اطلاعات زد و نقیز هستش و هنوز به صورت عملی نیست ولی تا به حال بیش از بیش از 800 تا کسانی که ماها اطلاع داریم رسیدن به اینجا ولی خیلی کسایی هستن که در راه هستن فکر میکنید که وضعیت در آلمان مناسب هست یعنی این آماده هست آلمان برای پذیرش این دو هزار تن سخت گفتن به این دلیل که شرایط پناهندگی در مجموع سختتر شده و سختتر و سختتر خواهد شد این سیاست اروپا سیاست آلمان هستش و من فکر میکنم که با بیان اینکه اداره رسیدگی به امور پناهندگان میگه که آقا شما باید بیا تقاضای پناهندگی بدید بیان این هستش که احتمالا سختگیری خواهد شد و در واقع اون جنب و جوشی که در اون اوایل بود که آقا ما باید اینا رو قبول بکنیم اینا واسه ای ما خدمت کردن جانشون گذاشتن و به ماها کمک در رابطه با سازی افغانستان باید بهشون کمک کنیم اون مسائل دیگه الان به اون صورت مطرح نیست و حاد نیست تنها فشار نیروهایی که طرفدار حقوق بشر هستند نیروهایی که طرفدار پناهجوی هستند و نیروهای دموکرات و آزادی ها هستند که فشار میارن که آقا وضعیت ناروشن این پناهجویان یا آوارگانی که در واقع خانه و کاشانش رو به صورت زربال عجب گذاشتن اقدامهای اساسی بکنند. یک سال پیش حالا از مسئله آلمان یه مقداری فاصله بگیریم به مسئله یونان بپردازیم به خاطر تجربه که شما دارید میدونید که یک سال پیش در شهری ماه بود عواسط شهری ماه بود که آتش سوزی پیش آمد در موریا در جزیره لیسبوس در یونان و بعدم گفتم گفتن که خود جوانان افغانستانی تعدادشون مجرم بودن و این کار رو انجام دادن الان یه اردوگاه جدید دیگری در جزیره ساموس برگزار بر، بر شده و قرار شده که حدوداً سه هزار تن گنجایش داره حالا میگن سیم خاردار کشیدن من عبور و مرور دارن پناهجو و خیلی ازش خبرهای ناخوشایندی میاد شما سر زدید به یونان به کمپ های مختلف چجوری وضعیت اونجا شرایط پناهندگی در یونان که بخشیشم اتحادیه اروپا ازش مترسش بسیار بسیار ناهنجار و بد هستش به شرایط معیشتی و حقوقی این پناهجویان در کمپ موریا که در 8 سپتامبر 2020 با آتش کشیده شد و بیش از 3000 پناهجو آواره شدند الان یک کمپ دیگری به نام موریای دو یا کاراتپه دو اینو تاسیس کردند و خودشون گفتن که این کمپ موقت هستش الان تقریبا این کمپ به یک کمپ دائمی تبدیل شده و در واقع بسته نیست اما به آن چیزی که در ساموس اتفاق افتاده کمپ بسته هستش که این در سه گذشته بسیار بسیار در محافل دفاع از حقوق پناهندگان و سازمان هایی که در رابطه پناهندگان و یا سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی که اونجا کار میکنن این بوده که آقا جون این کمپ های بسته سیاست کنونی دولت یونان هستش با رضایت کشورهای اروپایی و ساموس اولیش از که شنبه گذشته باز شد و من فکر میکنم عکسی هم داشتم و تقدیم به شماها کردم که این عکس نشون میده که این کاراکتر یک اردوگاه رو نداره کاراکتر یک زندان رو داره موقعی که با مجهزترین وسایل کنترل انسان هایی که هیچ گونه جرمی میاد جز اینکه پناهجو هستن نکردن بیانگر این هستش که این سیاست در تمام جزایر یونان احتمالا اجرا خواهند کرد و در سرزمین یونان آتن تسالونیکی کمپ های بزرگ هستن و احتمال اینکه این کمپ ها را تبدیل به کمپ های بسته بکنند بسیار بسیار زیاد هست آقای اسدی به عنوان یک انسانی که سالها کار کرده برای پناهجو الان خیلی ها تصویر شما رو میبینن در این گفتگو افغانستانی هستند، ایرانی هستند، اینها همزبان شما هستن و شاید شاید در این لحظه تصمیم گرفتن از ایران بیان بیرون یا از افغانستان بیان بیرون یا در کشورهای دیگری هستن میخوان از اونها نقل مکان کنن به جاهای دیگه برن یا بیان آلمان شما نصیحتتون به این افراد چه هست هر مدرک و اسنادی که دارن مبنی بر تحت تعقیب قرار گرفتنشون توسط حکومت حاکم چه در طالبان امروزی باشد چه در جمهوری اسلامی ایران تمام این مدارک و اسناد رو باید داشته باشن و بایستی بدونن که در درجه اول وقتی که میان اینجا شرایط اونطور نیست که تصور میکنن یا بعضی بهشون اطلاع میدن به خاطری که شرایط بین المللی از یک طرف شرایط اروپا از یک طرف شرایط کشورهای اروپایی که در واقع پذیرش پناهندگان من جمله آلمان یک مسئله خودش هست که اینا رو وقتی که میارن برای مدتی در اردوگاه بزرگ نگهداری می‌کنند، پس از مصاحبه با اینها پس از اینکه انگشت نگاری کردند اینا رو تقسیم میکنند بر مبنای اینکه شانس قبولی دارند این شرایطی هستش که است ولی من میدونم که واقعا خیلی از انسان و شهروندای ما در ایران یا در افغانستان نمیتونن خانم آرامیده این شرایط خفقان را تحمل بکنند و گریز از ناگریز هست که به این شرایط تن در میدن و میان به خاطر همین بایستی آماده باشند در قربت خیلی مسائلی هستش که ممکنه خوشایند نباشه ولی باید تحمل بکنند و بجنگن به این که آقا جون کسب هویت سیاسی خودش رو اینجا ثابت بکنن و بتونن اینجا مقیم بشن مثل خیلی از پناهجوهایی که اینجا آمدن اما ساده نیست سخته به خاطر همین بایستی این شرایط قبول بکنن و بتونن بیان اینجا در واقع در امنیت بتونن زندگی بکنن پس در واقع باید حتما سیاسی باشن تا پناهجویشون در پناهندگیشون تثبیت بشه و در واقع مورد قبول واقع بشه در, در, در آلمان اگر کسی از ایران میاد بایستی دلایل سیاسی داشته باشه که چرا این شخص خودش تحت تعقیب سیاسی است و چنان که به ایران برگرده میتواند تحت تعقیب سیاسی و به صورت زندان شکنجه و یا اعدام بشه و این اتفاقا افتاده به خاطر همین بواسطه دلایل و مدارک و شواهدی داشته باشن که ثابت بکنه که اینا می تب اگر در ایران میموندن تحت تعقیب سیاسی قرار میکرد در مورد افغانستان شکل دیگری است افغانستان کشوری است در واقع در تنوع ملیت ها یا خلق هایی که در اونجا هستند و الان با وجود حاکمان و در واقع داشتن اطلاعات دولت مرکزی طالبان دولتی که قبلا نبوده الان به صورت رسمی اومده و در واقع تحت تعقیب قرار دادن آد انسان‌هایی که اونجا یا فعالیت اجتماعی سیاسی فرهنگی هنری میکردند یا کسانی که تعدادشون کم نیستن چندین هزار هستن که خانم آرامیده با سازمان های غیر انتفاعی یا انتفاعی در از کشورهای اروپایی امریکایی یا استرالیایی یا آسیای شرقی کار میکردن و اینا جانشون در خطر هستش و اینها موقعی که میان بایستی طبق مدارکی که دارن ارائه بدن و تقاضای پناهندگی بکنن پناهندگی اینا به یک شکل دیگه از طبق کنونسیون ژنو پناهندگی در آلمان دو شکل هستش یکی به صورت قانون اساسی آلمان و پاراگراف 16 قانون اساسی آلمان هستش یکی هم هستش که طبق کنونسیون ژنو اینا را قبول میکنه